به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد تعمق و حفظ کردن کلام است یاد خواهید گرفت کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم بر مفهوم یک آیه تعمق خواهند کرد که در مورد یکی از ویژگی های یک ایماندار به عیسی مسیح است و بعد به اتفاق هم آن را حفظ خواهند کرد. در حالی که به این برنامه گوش می کنید در یک دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. در هفتمین مجموعه کتاب مقدس پنج تصمیم را که یک زوج مسیحی بایستی برای بنای ازدواج خود بگیرند تعلیم خواهد داد. عنوان تعمق و آیه حفظی امروز این است. یک زن مسیحی باید محبت و اطاعت کند. یک تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس آیه جدید کتاب مقدس که بر آن تعمق کرده و آن را حفظ خواهیم کرد تیتوس فصل دو آیه چهار الا پنج است برای اینکه به هم کمک کنیم تا بر حقایق کتاب مقدس تعمق کنیم از همدیگر سوالات میپرسیم اجازه بدهید تیتوس فصل دو آیه یک الا هشت را بخوانم. اما تو شیوه صحیح زندگی مسیحی را تعلیم ده به مردان سال خورده تعلیم ده که با وقار و سنگین و خیشتندار باشند. به حقیقت ایمان داشته باشند و هر کاری را از روی محبت و صبر انجام دهند. به زنان سال خورده نیز بیاموز که در زندگی و رفتار خود موقر و سنگین باشند. غیبت نکنند، اسیر شراب نشوند و در اعمال نیک نمونه باشند تا بتوانند به زنان جوانتر یاد دهند که چطور شوهر و فرزندان خود را دوست بدارند عاقل و پاک دامن باشند و کتبانوی شایسته و همسری مهربان و مطیع برای شوهر خود باشند تا وابستگان و آشنایان ایشان بهانه برای بدگویی از مسیحیان پیدا نکنند همچنین جواران را نصیحت کن تا پرهیزکار و خرد اندیش باشند تو خود نیز باید در هر کاری برای ایشان نمونه باشی با اعمالت نشان ده که حقیقت را دوست داری و نسبت به آن وفاداری سخاوت نیز باید منطقی و معقول باشد تا کسانی که با تو جر و بحث می کنند نتوانند از تو ایراد بگیرند و خجل شوند خدا مرد و زن را آفرید خدا رابطه زناشویی را بنیاد نهاد پس خدا این حق را دارد که مسئولیت های زن و شوهر را نسبت به همدیگر تعیین کند او میداند که مخلوقات خود چگونه بهترین عمل کرد را خواهند داشت. فقط وقتی مرد و زن از این مسئولیت های خدادادی خود پیروی کنند می توانند ازدواج ای داشته باشند. نخستین مسئولیت زن مسیحی او باید شهادت زندهی باشد از رابطه بین ایسای مسیح و کلیسایش. یک رابطه بین مسیح و کلیسا یک راز است. کتاب مقدس دستور می دهد که زن مسیحی باید مطیع همسرش باشد. درست مانند کلیسای مسیحی که باید مطیع عیسی مسیح باشد. آنها باید این کار را همراه با احترام به شوهرانشان انجام دهند. این دستور غیر منطقی و مشکل نیست اگر به یاد بیاورم که کتاب مقدس به شوهران مسیحی فرمان می دهد که زنانشان را دوست بدارند درست همانند ایسای مسیح که مسیحیان را در کلیسا محبت می کند. و اینکه کتاب مقدس به شوهران مسیحی دستور می دهد که همسرانشان را رهبری کنند درست مانند ایسای مسیح که کلیسای مسیحی را رهبری می کند. در افسوسیان فصل پنج آیه سی و دو پولوس مقایسه بین ازدواج مسیح را با اتحاد ایسای مسیح و کلیسای مسیحی یک سر می خاند. سر رازی است که تا آشکار نشده مخفی می ماند. سر این است که عیسی مسیح از آسمان آمد تا رنج بکشد و برای قوم ناموتی خود بمیرد. آنها را از میان تمام امتها جمع کند و از طریق روح القدس بین آنها ساکن شود و بالاخره آنها را به عنوان عروس خود کاملا مقدس حاضر بسازد. دو ارتباط بین شوهر و زن مسیحی شهادتی قابل رویت است. همچنین سر این است که این ارتباط بین عیسی مسیح و کلیسای مسیحی بر روی زمین از طریق رابطه زناشویی بین زن و شوهر مسیح انعکاس می‌یابد. با قدرت رابطه بین عیسی مسیح و کلیسای مسیحی، رابطه بین شوهر و زن مسیحی قادر است بسیار پرجلال عمل کند. رابطه بین آنها خوشی عظیمی برای هر دو شریک ازدواج به ارمغان خواهد آورد و فرزندانشان را برکت خواهد داد. اجتماع آنها را بنا خواهد کرد و بالاتر از همه این که خدا را جلال می نهد. پس ازدواج مسیحی به صورت قابل رویت ارتباط بین عیسی مسیح و کلیسای مسیحی را ثابت می کند. به این ترتیب ازدواج مسیحی عیسی مسیح و کلیسایش را به جهان اعلام می کند. ازدواج مسیح شیوه بسیار مهم اعلام هر روز انجیل در فعالیت روزانه و معمولی انسان است. با مشاهده یک ازدواج خوب مسیحی مردم جهان بیشتر و بیشتر در مورد عیسی مسیح و قوم مسیح یاد خواهند گرفت. آنها نه تنها در مورد محبت خدا نسبت به خودشان خواهند شنید بلکه تصویر آن را در رابطه زناشوی مسیحی خواهند دید. نه تنها از خوشی داشتن رابطه با خدای زنده خواهند شنید بلکه نمونه ای از این خوشی را در این رابطه زناشویی خواهند دید. رابطه زناشویی مسیحی شهادتی قوی بر واقعیت و جذابیت ارتباط با عیسی مسیح. هر ازدواج مسیحی می تواند مبدل به تلاشی بشارتی شود به خصوص اگر خانه مسیحی به روی مردم باز باشد و مردم بتوانند بیایند و ببینند که خانواده مسیحی چگونه عمل می کند. دومین مسئولیت زن مسیحی او باید شوهر خود را محبت کند. تیتوس فصل دو آیه چهار تعلیم می دهد که مادران جوان باید همسران خود و فرزندانشان را محبت کنند. پرهیزکار و پاک باشند. در خانه مشغول کار بوده مهربان باشند. مطیع شوهرانشان باشند تا هیچ کس نتواند به کلام خدا اتهامی بزند. زنان جوان باید آموزش ببینند که شوهران و فرزندانشان را محبت کنند. هیچ کس حتی تیتوس هم نمیتوانست بهتر از زنان مسنتر و با تجربه زنان جوان را آموزش دهد. یاد دادن یعنی اینکه آنها خرد اندیش باشند، به آنها مشورت دهند، آنها اصرار کنند که شوهر و فرزندانشان را محبت کنند. برای یک زن که شوهر و بچه دارد محبت کردن آنها باید جایگاهی مهم در زندگیش داشته باشد. هم شوهر و هم فرزندان به محبت او بسیار احتیاج دارند. محبت او باید دارای ویژگیهایی هایی ماننده صبر، مهربانی و سایر خصوصیات محبت باشد که در اول قرنتیان فصل 13 به آنها اشاره شده است. اینجا در تیتوس فصل دو آیه چهار الا پنج پولس رسول بر پرهیزکاری تاکید می کند. پرهیزکاری یعنی دوراندیش و دقیق بودن و زندگی را زیر تسلط خود داشتن. به خصوص به پاکدامنی، نزاکت، با محبت بودن و خدمت در خانه اشاره می کند. زنان مسیحی باید شدیدن از هر نوع فساد فکری یا فساد در حرف زدن و از هر نوع عمل زشت اجتناب کنند. از هر نوع رابطه با سایر مردان باید بلافاصله فاصله جروگیری کنن. به علاوه زنان مسیحی باید بر کار منزل متمرکز شوند و از آنچه در اول تیموتائوس فصل پنج آیه 13 شهر داده شده است اجتناب کنند یعنی از عادات تنبلی و از خانه به خانه دیگر رفتن از وقت گذرانی غیبت فضولی و گفتن چیزهایی که نباید بگویند اجتناب کنند رفتار اشتباه زنان جوان متأهل مسیحی خیلی آسان میتواند باعث شود که دیگران در مورد مسیحیان حرفهای تهمت‌آمیز بزنند معمولا غیر مسیحیان تعالیم آنها را با تاثیر عملی که تعالیم مسیحیان بر زندگی روزمره آنها دارد مورد قضاوت قرار میدهد. سومین مسئولیت زن مسیحی او باید مطیع شوهرش باشد و به او احترام بگذارد. یک اطاعت فرمان خدا یا ترتیب خلقت است. هیچ بنیادی بر روی زمین مهمتر از خانواده نیست. هیچ چیز بنیادی تر از آن نیست. فضای اخلاقی و مذهبی خانواده فضای اخلاقی و مذهبی کلیسا و جامعه را تعیین می کند. خداوند ایسای مسیح کاملا می داند که در اغلب خانواده ها اکثر مسئولیت توجه به فرزندان متوجه مادر خانواده است و با توجه به مهربانیش نسبت به زنان با دادن مسئولیت بسیار به آنها باری سنگین بر دوش آنها نمیگذارد. پس مسئولیت نهایی رهبری خانواده و تربیت فرزندان را بر شانه های شوهران میگذارد اما شوهر مسیحی باید رهبری خود را نه با روش های خداوندی کردن که شیوه دنیاست بلکه به روش مسیحی خدمت کردن نشان دهد این شیوه راهی هست که خدا فرمان داده است و تصمیم گرفته است و در ارتباط با رابطه بین شوهر و زن در پیدایش فصل دو آیه 18 و قبل از سقوط انسان در گناه آن را تعیین نمود. این همان چیزی است که خدا در پیدایش فصل 3 آیه 16 و بعد از سقوط انسان در گناه تعیین نموده است. این چیزی است که خدا در ارتباط بین شوهران و زنان برای تمام قوم ها و در سر تا سر تمام تاریخ تعیین کرده است. کتاب مقدس تعلیم می دهد که زن و مرد مسیحی در حضور خدا مساوی هستند. اما کتاب مقدس هشدار میدهد که مبادا زن مسیحی به خاطر تصاوی روحانی که در حضور خدا با مرد دارد و به خاطر آزادی که به عنوان مسیحی قسمت آن شده است فرمان الهی یا ترتیب خلقت را در ارتباط با شوهرانشان فراموش کنند پس با الهام روح القدس پولس رسول در افسوسیان فصل 5 آیه 22 الی 24 میگوید ای زنان همچنان که از مسیح اطاعت میکنید از شوهرتان نیز اطاعت نمایید زیرا سرپرست زن است همانطور که مسیح سرپرست است و همین علت بود که او جانش را فدا کرد و نجات دهنده کلیسا گردید پس شما ای زنان در هر امری با کمال میل از شوهر خود اطاعت کنید درست همانگونه که کلیسا مطیع مسیح است اطاعت زن مسیح از شوهرش نباید فقط به خاطر اعتقادات شخصی انجام شود بلکه این ترتیبی است که خدا در زمان خلقت آن را برقرار کرد این اطاعت همسر مسیح از شوهرش وظیفه اختیاری نیست بلکه فرمان خدا است اطاعت کردن به معنی این است که او در هر چیزی که موافق گفته کتاب مقدس است مطیع رهبری شوهرش در خانواده و خانه باشد یعنی او پیرو تصمیم نهایی شوهرش در خانه و خانواده باشد دو اطاعت راهی برای ابراز خدمت کردن است. خداوند عیسی مسیح هم به شوهر و هم به زن مسیحی وظیفه داده است که همدیگر را خدمت کنند. راهی که شوهر مسیحی از طریق آن خدمت کردن به همسرش را نشان می دهد این است که بارها و بارها در رهبری کردن او پیش قدم شود و راهی که زن مسیحی از طریق آن خدمت کردن به همسرش را نشان می دهد این است که بارها و بارها مطیع رهبری و هدایت او باشد. سه، اطاعت باید همیشه داوطلبانه باشد. اطاعت زن مسیح از شوهرش هرگز نباید با زور شوهرش باشد. از طریق فشار اجتماعی یا قانونهای مذهبی اجتماع او نیز نباید باشد. تنها کسی که میتواند به او دستور دهد تا از شوهرش اطاعت کند خداوند ایسای مسیح است. پس اطاعت او از شوهرش همیشه باید اطاعتی داوطلبانه باشد ارتباط کلیسای مسیح با عیسی مسیح باید الگویی باشد برای زن مسیحی در ارتباط او با شوهرش اطاعت کلیسای مسیح از عیسی مسیح نیز داوطلبانه از صمیم قلب خالص و مشتاقانه است به همین ترتیب اطاعت زن از شوهرش باید داوطلبانه از صمیم قلب و مشتاقانه باشد اطاعت زن از شوهرش به معنی این نیست که او باید از او مانند یک کنیز اطاعت کند بلکه او باید مانند مددکار شوهرش از او اطاعت کند به او به عنوان رهبر خود احترام بگذارد بهترین عضو گروه او باشد و بدین صورت او را پیروی کند به عنوان عضو گروه او تمام اطلاعات پیشنهادات و افکار خود و غیره را با او در میان میگذارد در مورد مسائل و نتایج آن با او گفتگو می کند و سپس به او اجازه می دهد که نتیجه نهایی را او بگیرد. افسوسیان فصل 5 آیه 23 تعلیم می دهد زن نیز باید با اطاعت از شوهر خود به او احترام نماید. احترام گذاشتن به شوهر به معنی این نیست که زن همیشه ساکت بماند و هیچ وقت سوالی از او نپرسد یا هرگز به او پیشنهادی ندهد هیچ وقت با او به طور جدی گفتگو نکند یا هرگز او را توبیخ یا اصلاح نکند برعکس احترام گذاشتن به شوهر یعنی اینکه زن بر نقطه نظرات خود به آرامی تاکید کند و سپس به خدا اجازه دهد که از طریق خودش کار را به انجام رساند احترام گذاشتن به او یعنی در برنامه ریزی های خود او را دخالت دهد. احترام گذاشتن به او یعنی به تعالیم و نصایح او با دقت توجه کند. احترام گذاشتن به او یعنی در میان گذاشتن پیشرفتهایش با او و احترام گذاشتن به شوهر یعنی داوطلبانه برای خدمت کردن او پیش قدم بشود و منتظر درخواست او نباشد احترام گذاشتن به او یعنی صبورانه به او گوش بدهد و سعی کند که مشکلات شوهرش را از نقطه نظر او درک کند احترام گذاشتن به شوهر یعنی از او سوالاتی پرسد که به او در درک مشکلش کمک کند احترام گذاشتن به شوهر یعنی به او پیشنهاداتی بدهد تا به او کمک کند که مورد احترام دیگران قرار بگیرد. حتی در صورت لزوم توبیخ و اصلاح شوهر نیز احترام گذاشتن به اوست چون او میخواهد شوهرش انسان بهتری برای خدا باشد و توسط سایر مردم در اجتماع بیشتر مورد احترام و اکرام قرار گیرد. چهار این اطاعت نسبت به سایر مردان اجتماع نیست. گرچه خدا به زن مسیحی فرمان می دهد که از شوهرش اطاعت کند اما به او دستور نمی دهد که در اجتماع نیز مطیع هر مرد و یا پسری باشد اطاعت او نسبت به تمام مردان اجتماع نیست بلکه فقط از شوهر اوست 5 اطاعت زن از شوهرش هرگز اطاعتی مطلق نیست اطاعت او از خدا نسبت به اطاعت او از شوهرش اولویت بیشتری دارد برای مثال اگر شوهرش از او انجام کارهایی را میخواهد که خلاف اصول اخلاقی و روحانی خدا در کتاب مقدس هستند برای او اطاعت از آنها اشتباه است اگر این مورد اتفاق بیفتد او باید محکم ولی به آرامی با خواسته او مخالفت کند اما به غیر از مورد استثناء اطاعت او از شوهرش باید کامل باشد چهارمین مسئولیت زن او باید مددکار شوهر باشد خدا زن را آفرید تا مددکار مناسبی برای شوهرش باشد. در پیدایش فست دو آیه 18 می خانیم. شایسته نیست آدم تنها بماند. باید برای او یار مناسبی به وجود آورم. یار مناسب یعنی شخصی که کاملا هماهنگ با اوست. نیازهای او را برطرف می کند و نیمه کامل کننده او است. از نظر مخلوق بودن زن و مرد کاملا مساوی هستند. و هر دو شباهت خدا را دارا می باشند. به عنوان یک مسیحی زن و مرد کاملا مساوی هستند و هر دو به طور مساوی مسئولند تا با خدا مشارکت داشته باشند و نسبت به مسئولیت های خود در دنیا همکار خداوند باشند. اما زن آفریده نشد تا وجودی مستقل و جدا از شوهرش داشته باشد. اول قرنتیان فست 11 آیه 9 تعلیم می دهد که زن برای مرد آفریده شد تا یار شوهرش باشد. پس یک زن مسیحی باید این را هدف خود بسازد که بهترین یار ممکن در گروهی باشد که شوهرش رهبر آن است. نکته دو حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس آیه کتاب مقدس را روی یک کارت یا در یک دفترچه یادداشت بنویسید عنوان امروز محبت و اطاعت است. و جای آن در تیتوس فصل دو آیه چهار الا پنج است. بیایید با هم آیه کتاب مقدس را حفظ کنید. بعد بدون اینکه به کتاب مقدس و یا دفترچه یادداشتمان نگاه کنیم به نوبت آن قسمت از آیه را تکرار کنیم. محبت و اطاعت تیتوس فصل دو آیه چهار الا پنج تا بتوانند به زنان جوانتر یاد دهند که چطور شوهر و فرزندان خود را دوست بدارند عاقل و پاکدامن باشند و کتبانوی شایسته و همسری مهربان محبت و اطاعت تیتوس فصل دو آیه چهار الا پنج تا بتوانند به زنان جوانتر یاد دهند که چطور شوهر و فرزندان خود را دوست بدارند عاقل و پاکدامن باشند و کتبانوی شایسته و همسری مهربان محبت و اطاعت تیتوس فصل دو آیه چهار الا پنج تا بتوانند به زنان جوانتر یاد دهند که چطور شوهر و فرزندان خود را دوست بدارند عاقل و پاکدامن باشند و, و کتبانوی شایسته و همسری مهربان و مطیع برای شوهر خود باشند تا با و آشنایان ایشان بهانه برای بدگویی از مسیحیان پیدا نکنند تیتوس فصل دو آیه چهار الا پنج محبت و اطاعت تیتوس فصل دو آیه چهار الا پنج تا بتوانند به زنان جوانتر یاد دهند که چطور شوهر و فرزندان خود را دوست بدارند عاقل و پاکدامن باشند و کدبانوی شایسته و همسری مهربان و مطیع برای شوهر خود باشند تا وابستگان و آشنایان ایشان بهانه ای برای بدگویی از مسیحان پیدا نکنند تیتوس فصل دو آیه چهار الا پنج نکته سه مرور آخرین آیاتی که قبلا حفظ کرده اید بیایید پنج آیه آخری که حفظ کرده ایم مرور کنیم بدون اینکه به دفترچه یادداشتمان نگاه کنیم مجموعه های آمادگی مسیحی برای ازدواج آیات 3 الی 5 و مجموعه های ازدواج مسیحی آیات 1 الی 2 پرهیزکاری اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5 زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. هر از شما باید بتواند بر بدن خود مسلط باشد و آن را مقدس و قابل احترام نگاه دارد. نگذارید بدنتان مانند خدا نشناسان اسیر شهوات باشد. اول تسالونیکیان فصل چهار آیه سه الا پنج وقت مناسب جامعه فصل هشت آیه پنج الا شش شخص دانا می داند کی و چگونه فرمان او را انجام دهد بلی برای هر کاری وقت و راه مناسبی وجود دارد جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6 اولویت های درست متا فصل 6 آیه 33 اگر شما قبل از هر چیز به ملکوت و عدالت خدا دل ببندی او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت متا فصل 6 آیه 33 ترک کردن و پیوستن پیدایش فصل دو آیه 24 به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می پیوندد و از آن پس آن دو یکی می شود. پیدایش فصل دو آیه 24 محبت و هدایت افسوسیان فصل 5 آیه 23 و آیه 25 زیرا شوهر سرپرست زن است همانطور که مسیح سرپرست است. و همین لط بود که او جانش را فدا کرد تا نجات دهنده کلیسا گردد و اما شما ای شوهران همسران خود را همانطور دوست بدارید که مسیح کلیسای خود را دوست داشت او حاضر شد جانش را فدای کلیسا کند افسوسیان فصل 5 آیه 23 و آیه 25 تکلیف برای هفته آینده اول هر روز به مدت پنج هفته پنج آیه آخری را که حفظ کرده اید مرور کنید دوم کتاب های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www. نقطه مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم. www.dota.net سوم. هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید. گشت ویران معمار قلب من توی خشتت محبت و ایمان آنه قلب, قلب من امروز در حضورت گشت ویران معمار قلب من توی تشتاق مهبات ايمان سلامت گفته استی انسان که توی خالق انسان محبت و نور تو هستی فراتر از فکر انسان سلامت گفته استی انسان که توی خالق انسان محبت و نور تو هستی فراتر از فکر انسان همکره های به من پر از گرد و خاک امروز نمیخوام مهمان تو باشی صاحب ای تو امروز با خود همه و هم، تا امیدواریم این دو روز باعث تشریح و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 تکرار می کنم دوستیف 101 ششصد و 108 نواده 108 نواده 108 نواده 108 و همینطور ایمیل آدرسی wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برنامه های رادیویی جهانی پارس را در وب سایت www.persianworldradio.com دنبال کنید. خوشحال میشویم نظرات پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید